برگردیم سر بحثمون. من بحث رو دو قسمت سعی میکنم انجام بدم. یکم اولش چون آخر برنامه پیش من یه گریزی زدم اندکی رو به ریاضیات کامپیوتر و یکی دو تا تلفنم رو این زمینه اتفاقا داشتم، البته بیشتر از دوستان بودن که برنامه من میدیدن، گفتن که کجا رفتی، این قسمت سخته. گفتم که نه، چون راجبش نمیدونید سخته، اگر بدونید، اگر من توضیح بدم میبینید که اصلا هم سخت نیست و چقدر بعدها به دردتون میخوره. ببینید، اساسا کامپیوتر و ماشینالات محاسب یا ماشین حسابای ساده، حتی تلفن‌های هوشمند امروز، خود کامپیوتر، تمام اینها از وقتی توسعهشون شدت گرفت و خیلی سریع‌تر شروع کردن توسعه پیدا کردن، این بود وقتی بود که شروع کردن دانشمندان این علم از حیطه آنالوگ خودشون رو وارد حیطه دیجیتال کردن. پس قدم اول اصلا تفکیک دادن این دوتا مطلبه، آنالوگ چیست، دیجیتال چیست. آنالوگ یا قیاسی به اون نوع حسگری یا تشخیص یا نتیجه گیری گفته میشه که بر اساس داده های قبلی است. چشم ما به شکل آنالوگ کار میکنه. چطور؟ اگر نور به سطحی بتابه و اون سطح فرکانس خاصی از نور رو به چشم ما برگردونه، چشم ما مثلا فرض بفرمایید نور قرمز رو میبینه، قیاس میکنه با حالت بدون فرکانس و فرکانس. حالا این خود قرمز میتونه شدت و افت داشته باشه، شدت و ضعف داشته باشه، قرمز پررنگ باشه، قرمز کم رنگ باشه. مثال دیگه، سرعت. سرعت یه حالت قیاسی است، یه حالت آنالوگه. شما فرض کنید توی ماشین نشستید و دارید رانندگی میکنید. حالا فرض میکنیم در همین حین که دارین رانندگی میکنید، فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر در ساعت، یه ماشین دیگه میاد و کنار ماشین شما در خط دیگری با دقیقاً با همون سرعت 100 کیلومتر در ساعت کنار شما حرکت میکنه، رانندگی میکنه، نه جلوتر نه عقبتر، درست پهلو به پهلوی شما و دقیقاً با همون سرعت شما. شما اگر مبنای مقایستتون رو از بابت اینکه آیا حرکت میکنید رو به جلو یا نه، یا رو به عقب یا نه، ماشینی که درست هم سرعت شماست قرار بدید، احساس میکنید ساکنید. اما خب چون دید ما به اصطلاح حتی خود به خود و اتوماتیک قسمت های دیگه ای از صحنه رو هم میبینه، جاده رو میبینه یا اجسام یا اشیاء ثابت در جاده رو میبینه، وقتی که اونها سرعتشون صفره، شما نسبت به تغییر مکان اون اشیا متوجه میشید که خودتون دارید تغییر مکان پیدا میکنید، خودتون دارید به جلو حرکت میکنید. فرضاً همون ماشین هم اگر سرعتش رو از شما کمتر کنه، شما متوجه میشید که دارید رو به جلو میرید. اگر اون ماشین سرعتش رو به ناگهان بیشتر از شما بکنه، شما احساس میکنید که حتی دارید عقب عقب میرید. یک نمونه خیلی جالب دیگه، وقتی است که تو ترافیک ایستادید، مثلا پشت چراغ ایستادی، چراغ قرمزه، همه ماشین ها ایستادن و یک باره مثلا بغلت شما خالی بوده، یک باره یک ماشین خیلی بزرگتر که دید شما رو کاملا مسدود میکنه میاد کنار شما و با یه سرعت حالا خیلی آهسته ولی از شما جلو میره، جلوتر میره و میسته، میخواد بیسته، شما یک لحظه احساس میکنید نکنه من دارم عقب عقب میرم. این مبنای قیاسی است، مبنای آنالوگه که در اون تعداد بسته های اطلاعاتی خیلی زیادی باید هر لحظه با بسته اطلاعاتی یا داده قبلی مقایسه بشن تا موقعیتشون مشخص بشه و بعد نتیجه بگیرن که حالا این چیست. در بحث الکترونیک ما چون با موج و الکتریسیته و امواج سرکار داریم به طور کلی، مبنای آنالوگ، من اینجا یک سلاید دارم که اگر اتاق فرمان محبت کنن دسکتاپ من یا تلویزیون رو یه لحظه به شما نشون بدن، میبینید که در تصویر سمت چپ شما یه موج آنالوگ رو میبینید که مرتب در حال تغییره و در سمت راست یک به اصطلاح موج دیجیتال رو میبینید که داره برش‌های کاملا عمودی است. البته یکم نور زیاده، اگر که نور کم بشه، بله میبینید الان در این موج آنالوگ مرتب در حال تغییره ولی در اینجا یا به پایین اومده یا جهش کرده رو به بالا. خب
اون دو تا محوطه بالا هم که مشاهده میکنید معرف بخش پارازیت یا نویز یا اطلاعات ناخواسته است. میبینید که در قسمت آنالوگ قسمت زیادی از امواج ما میرن تو قسمت نویز و باعث اتلاف اتلاعات میشن یا اتلاف داده ها میشن، ولی در قسمت دیجیتال اگه دقت بکنید تقریبا ما ورود به قسمت نویز نداریم و اطلاعاتمون خالص ترن. پس آمدن ما به سمت دیجیتال برای عرصه کامپیوتر باعث شد که یک پردازش اطلاعات خیلی راحت تر بشه، چون یادتون باشه آخر برنامه پیش من یه اشاره خیلی گذرا کردم به بیت، صفر یا یک. در موج‌های دیجیتال صفر معید یا نشان دهنده عدم ولتاژ، صفر هیچ چیز نیست، یک معرف جهش ولتاژ به سمت مثبت یا منفیه. بنابراین وقتی که ما فقط با صفر یک کار داریم اطلاعاتمون یا دیتا هامون خیلی خالص‌ترن، اطلاعات اضافه داخل این رشته های اطلاعاتی ما نمیتونه بشه، نویزمون کمه، پس اطلاعاتمون خالص‌تره، نباید تصفیهش بکنیم و سرعت پردازش رو میتونیم خیلی خیلی بالاتر ببریم. خب من از این قضیه سریع بگذرم چون میخوام برگردم سمت دوباره همون قضیه بیت و بایت و اینها، ولی میخوام چون اون دوستمونم خواسته بودن یک بار دیگه اگر دسکتاپ منو نمایش بدید، ما هفته پیش راجع به همین قضیه صحبت کردیم. این یک نمایی است از مادربورد. ببینید این مادربورد از بالاست، جایی که تقریبا شما هیچ وقت نمیبینید، توی کیس کامپیوتر شماست. اگر نگاه بکنید محلهای مختلفی داره، جایی که سی پی یو یا مغز متفکر کامپیوتر شما نصب میشه، جایی که حافظه موقت یا رم وصل میشه، اینجا جایی است که منبع تغذیه یا برق به اصطلاح دستگاه شما از شهر میاد داخل یه جعبه ای، این جعبه برق 110 ولت یا 220 ولت هر کجای دنیا که هستید رو تبدیل میکنه به چند تا ولتاژ مختلف مثل 12 ولت، 5 ولت، 3 ولت و اون رشته های برق از اینجا وارد کل این قسمت میشن تا بتونن قسمت های مختلف رو روشن کنن. میبینید محل اتصال هارد دیسک های قدیمی رو، اون قسمت که نارنجی هستن و چندین پورت کوچولو کنار هم میبینید جاییست که هارد دیسک های جدید و سریع‌تر نصب میشن. قسمت بالا و سمت چپ پورت ها یا درگاه های نصب ابزارهای اضافه به یک مادربورد هستن. برای مثال قدیم ها کارت صدا هم حتی اینجا نصب میشد که دفعه پیش بهتون عرض کردم مادربورد امروزی حتی کارت صدا هم روی خودشون نصب شده. و اون پورت آبی رنگ که میبینید پورت برای اتصال کارت های تصویرساز یا ویدیو یا گرافیک کارت هست که مادربورد های گفتم خدمتون مادربورد های معمولی برای پایین آوردن قیمت اومدن کلن خود اون واحد تصویرساز رو هم روی مادربورد نصب کردن، اما مادربورد های خوب اون رو نصب نکردن، یک درگاه گذاشتن که ما یک کارتی اضافه میکنیم به مادربورد ما. خب این نمایی است که شما پشت کامپیوترتون ببینید که دفعه پیش راجع به چند تا از این پورت ها سریع من صحبت کردم، یک بار دیگه تکرار میکنم. بالای بالا دو تا درگاه یا پورت گرد میبینید، معروفن به پورت PS2، همونطور که تو تصویر میبینید اینها هر کدوم تا 6 تا محل اتصال یا 6 تا سوراخ کوچولو رو اینا میبینید. این دوتا پورت های استاندارد شده هستن برای وصل کردن کیبورد یا صفحه کلید و ماوس یا همون موش. پورت کامپورت رو میبینید، من از همینجا هم اگه نشون بله پورت کامپورت رو میبینید یا سریال پورت یا کامیونیکیشن پورت که برای نصب ابزارهای بیرون از کامپیوتر به کامپیوتر شما و ایجاد کردن یه مسیر ارتباطی با کامپیوترتون استفاده میشه. پورت بزرگتر و صورتی رنگی که میبینید پورت پارالل یا محل نصب پرینتر یا پرینترهای قدیمی تر که فقط از این پورت استفاده میکردن و سیم خیلی بزرگ و پهنی دارن. پایین تر پورت VGA یا همون کارت تصویر کامپیوتر شما که تو این مورد این مثلا مادربورد شما میبینید کارت تصویر تعبیه شده روی قسمتی از مادربورد و شما اینجا محل اتصال مانیتور رو بهش دارید.